من الان اومدم توی فرودگاه با جمعی از خانواده، منتظرم که اون تایمی که باید برم داخل برسه و برم داخل. تقریبا خلوته، همین گریوزاری هم کلی کردیم، کلی باز شده. میخوام برم تو صف وایسم گیت 3 پیش به سوی استانبول. اصلا باورم نمیشه که امروز تقریبا یک ماهه که من ایرانم. خیلی زود گذشت. الانم توی فرودگاه چکین کردم، بارو تحویل دادم، منتظرم که گیت باز شد برم سوار هواپیماشم. خیلی سخت بود خدافظی کردن، واسه همین به همه تون پیشنهاد میکنم که تا میتونین، تا وقت دارین، پیش چندم کسی که دوستشون دارین، خانوادتون بمونین، تا میتونین بغلشون کنین، تا میتونین ماچشون کنین. خیلی دلم تنگ شده، هنوز هیچی نشده، دلم تنگ شده، کلی هم گریه و زاری کردم، هنوز هم یه ذره گریم میاد، ولی دیگه راهیه که خودم انتخاب کردم و باید برم. خب پیش به سوی استانبول. پرواز من هست شیراز استانبول و استانبول نیویورک. فعلا داریم میریم استانبول. فکر میکنم 5:30 میرسم. الان سوار شدم، همین صندلی من کنار پنجره است. هنوز یکم شوکم ولی کم کم دارم اوکی میشم. تا همین الان هم داشتم با خانواده حرف زدم. الان رسیدم استانبول، به تایم استانبول ساعت 5 و فکر میکنم ربع باشه و پرواز بعدی من ساعت 6:30. من تازه دارم میگرم دنبال گیت بگردم، سریع برم پیداش کنم. اونایی که استانبول میخوان برن دیگه داخل و از اینجا برن واسه چک پاسپورت، ولی ماهایی که ترانزیت هستیم و سفر دیگه داریم دیگه بیرون نمیره، از این قسمت میریم واسه گیت بعدی. دارم دنبال گیت هم میگردم، TK003 پیداش ولی نمی کنم. آه نه اسیسه. کمک. TK003 رو پیدا کردم ولی گیت رو اعلام نکردم، گفتن گیت رو 5:45 دقیقه اعلام می کنم که فکر می کنم چند دقیقه دیگه میشه. حالا دارم میرم بالا، بالا هم که برم میرم حالا اونجا تا برم برسم 5:45 میرم پیداش میکنم.
الان فکر کنم 5:30 باشه. هنوز به اینترنت دسترسی ندارم و نمیدونم ساعت چند دقیقا. فرودگاه زیبای استانبول. دقیقا سیر قبل هم اینجا آمده. نیویورک هنوز نزده اینفورمیشن رو، گفته 5:45. تا اون موقع فکر کنم بهتر ما بریم اینترنت بخریم. این دستگاه از اینجا، خب این رو اینجا میکشی. get your wifi، بعد این رو میکشیم دقیقا اونجاش که کد داره. بعد 1 ساعت فری، این هم رمزی که باید بزنم، پرینت. الان میام وصل میشم به اینترنت. Beautiful airport. بکنم این همین ایرپورت جدیدشه. خوشگله واقعا. من الان دارم میرم سمت گیتم. گیتم A11 بود. بوردرینگ تایم هم همین الانه، 5:45 دقیقه صبح. و همین پیش به سوی نیویورک سیتی. قبل اینکه برم یکم خوشگلی های اینجا رو ببینیم با هم و بریم. اوه شیک شک هم اینجا دارن. شیک شک رو من خیلی دوست دارم. همبرگر خیلی خوشمزه ای داره. اصلا نخوندم ببینم ای کجا با... کجا باید برم. بسیار ببینم دی که اون بره. چقدر اینجا خوشگله. هلو، I'm coming. این برنده نمیدونم چقدر خوبه یا نه، ولی یه بار تو همین ترکیه که رفتم لباساش طوری بود که من خوشم بیاد. السی و کیکی الان اگه وقتم بیشتر بود میگشتیم فود کورتش، مثلا اون گوشه میره بالا. اگه وقت داشتم میرفتیم قشنگ گوشه به گوشهشون میداشتیم، ولی متاسفانه وقت نیست، باید سریع برم. ایو بی این وریه اینجاست. همه جا کردن شاپینگ سنتر این ورا اون ورا. مردم گلو خواهم بیان این چیزا گران رو بخرم. نو وی که من گلو خواهم.
بابا چقدر اینو خوشگلم، 50% هم تخفیف خوردم. از یکیشو چک کنیم. نه نه این چیه؟ یوروه؟ از 69 شده 39. نه با بامزن. پنج یازده هنوز باید بریم. الان برو تست بده، تست رو بگیر ببر بده بهداشت وسط مهر کنه. فقط تو فرودگاه شیراز ازم خواستن، یعنی نه استانبول که رسیدم ازم خواستن نه جای دیگه، فقط فرودگاه شیراز. اونم فقط یک سربازی که جلوی در پاسپورت ها رو چک میکرد. بعد تو خود فرودگاه هم بعد میرفتی که پزشک فرودگاه اونم تایید کنه. همین فقط پزشک تایید کرد، اون سربازی که جلو در واسده بودم نگاه کرد مرد داشته باشه. That's it. دیگه هیچ ازم نخواستم، ولی نمیدونم وارد نیویورک که بشم میخوام یا نه. We'll see. اگه گولم زده باشم اصلا دیگه خیلی ناراحت میشم. چون ایمیل که زدم گفتن دولت آمریکا این قوانین رو گذاشته و همه کسایی که به کشور دیگه هم میرفتن این کار رو داشتن انجام دادن. حالا anyway ما که دیگه انجام دادیم. خب نزدیکم به گیت. A11 چه قشنگه اینجا. آدم هایی که حالا پروازشون نگم طولانی اومدن اینجا خوابیدن مثل این دوستمون. چه شیشه کثیفی. دیدم به A11 اما A11 A داره و B داره، من نمیدونم باید برم داخل یا نه. شهر هنوز باز نیست که درش آخه بسته است. یه عده داخلن ارانو اون فکر کنم دم در صف میبندن شاید. همین الان تموم شد، پاسپورت رو چک کردم، بلیتم رو چک کردم، بعد باید میرفتیم وسایل همون چمدون و کیف رو میذاشیم اونجا. دوتا خانوم واسه خانوم انجام میدادن، دوتا آقا واسه آقایون چمدون و کیف رو باز میکردن، توش رو نگاه میکردن. خودت هم باید میذار دست و پات رو باز میکرد، یه چوب نمیدونم این لیزری هاست شو دیتکتر کنه، اونا از دست تا دست پا اینا رو چک کرد. همین الانم منتظر نشستم، اینترنتم باز قطع شد، نشستم که گیت باز شه. Beautiful sunshine. داریم میریم سوار شیم. مدافظ استانبول، مدافظ میدل ایست. نمیدونم دیگه کی میتونم برگردم، ولی تازه شروع شد جرنی جدید. صندلیم هم شماره 17K. وقتی رفتم چکین کنم خیلی دیر اقدام کردم و همه صندلی ها رو گرفته بودم. از این پکیج ها هم میدم. Thank you. توش پتو هست، مسواک و خمیردندون و ماسک و فکر میکنم یه دو تا چیز دیگه. اینجا که قطعا من نیستم. 16K. من فکر میکردم 17K باشه. تقریبا بزرگ ترکیش، البته اونی که از ایران میام من کم کوچیک‌تر بود. این دو ردیفه بود، این سه ردیفه است. بله میگفتم اون پکیجه، این فقط ماسک و هند سانیتایزر و ایناست. پترو تو این یکی گذاشتن.
اینم هنسفری اگه بخوایم فیلم نگاه کنیم. و اصلا این جامو که الان شستم دوست ندارم. الان که سمت راستم و روی انجینم هستم. بایی سرم نیشکی نیست ولی سر قبلی که میومن آمریکا و همچین جایی بودم حالا خیلی بد شد. امیدوارم این دفعه نشه. طولانی بود، 10 ساعت و نیم، ولی خوب بود، بد نبود. اما اگه سری بعد بخوام بیام ایران قطعا دیگه با ترکیش نمیام دیگه. پروازاش مثل قبل خوب نیست. فکر میکنم قطر و امارات خیلی بهتر باشه. اگه ایرانین میخواین بیاین آمریکا یا آمریکایین میخواین بیاین ایران، بهتون پیشنهاد میکنم با ترکیش نرید. قبلا بهتر بود ولی الان یه جوریه. دارم میرم بگامو تحویل بگیرم و همین بریم خونه. یا خدا حالا اینجا که میرسین
باید برین تو صف و داره اعلان که گرین کارتی ها میرن تو یکی از صف هایی که این طرفه، پاسپورتی ها میرن تو صف اونوری ها. اول بس سه سال بعد تو صف باشم. خب خدا رو شکر صف گرین کارتی ها و ویزایی ها اینه که خیلی طولانی هم نیست. اون یکی صف ببخشید گرین کارتی ها سیتیزن ها این ورن، ویزایی ها میرن اون ور. منتظرم چمدونام بیان.